این ویدیو سرشار از انرژیه. اومدیم دربند، جایی که خیلی ها حتی اگه یک بار به تهران سفر کرده باشن 100% اومدن و دیدن حس و حالش بعد از این همه سال، چیزی که الان هست و مردم چه حالی میکنن اینجا رو شما داخل ویدیو بهتر میتونید ببینید و یکی از به نظرم خوش انرژی ترین حسایی که میتونه بهتون دست بده. حتما این ویدیو رو از دست ندید، مخصوصا عزیزانی که همیشه به من محبت داشتن. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل، حالتون چطوره؟ دیگه الان از همین مجسمه میتونید بفهمید ما دقیقا الان کجاییم. دیگه اومدیم دربند با هم بریم یه خوش انرژی دیگر رو ببینیم. تلسیجه، یه خیلی هاتون با اینجا آشنایی دارید دیگه. الان شده بلیت رفت و برگشت 630 تومن، البته به چند تا آپشن دیگه. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا با کیک و کافه و اینجور چیزا میره تا 260,000 تومن، بستگی داره که شما چی انتخاب کنید. ولی رفت و برگشتش همون 130,000 تومنه. امروز یکی از روزای خوبه، خوش وسط اردی بهشته و میشه گفت جای همه تون خالیه، هوا معرکه، با این حال که آفتاب هست ولی یه خنکیه خیلی خوبه. مطالعه میکنم بادم احساس کنید شما عزیزان، دیگه یه باد خیلی قشنگی هم داره میوزه. این قسمت از شمال تهران همیشه بیداره، یعنی شما معلوم اینکه براتون قرار میدم من ساعت 3 صبح اومدم 4 صبح اومدم، اینجا همیشه فعاله و یه جورایی میشه که مردم همیشه میان اینجا، حالا هر قشری هم میتونه بیاد، یکی که هزینه میتونه بکنه میاد، اونی که مثل من نمیخواد هزینه کنه با 2 تا تخم مرغ پزم میاد، میره یه جایی میشینه با گوجه خرد شده و نون میزنه بر بدن. میدونید من همیشه دوست دارم اینجور جاها رو، چرا که خیلی حس خوبی میده. امروز هم یکی از روزایی بوده که خیلی ها از ساعت 7 صبح راهپیمایی داشتن رفتن بالا، اونه که در جریانن میدونن، ولی من این تایم رو انتخاب کردم که تایم یه خورده تنبل تراست مثل خودم، چرا که اکثر این تایم میان نالات نه اونجا که میتونن بالا میرن و بر میگردن، بیشتر مردم عادی هست. واقعا حس حالی که تو طبیعت هست هیچ جا پیدا نمیشه ها. حالا بیشتر با هم میریم بالا، نمیدونم چقدر از دید کسایی که 40 ساله تهران نبودن یا به قول خودم دربند نبودن تغییر کرده، ولی از دید منی که کلن اینجا رو دیدم بدون که یه زنی مغازه مدرن تر شده تغییر خاصی ندیدم تو این عمری که اومدم. اگه میبینید من ایزاد نفس نفس میزنم، خب همزمانم هم دارم میرم رو به بالا و باعث میشه یه ذره به نفس نفس هم بیفتم. هر کافه رستورانی هم برای خودش یه آهنگی رو گذاشته و صدای موسیقی از هر گوشه کناری به چشم میکنه. گوشه پسیر سمت چپ ببینید که پر از این چیزای ترشمزده است که نگاه کردن بهشون هم دلتون و دهنتون آب میندازه، فرق نمی کنه. در حال حاضر شده کیلوی 250 تومن، یعنی فرق نمی کنه شما چی انتخاب کنید، میکس یا یه چیز رو با اتون کیلوی 250,000 تومن حساب میکنن. صده رودخونه دربند رو میشنوید، در ادامه میریم سمتش. این هم رستوران هایی که میگم دیگه، کلی تغییر کرده، حالا نوساز شده طبقاتش و بعدشون هم شده لوکیشن عکاسی، اینقدر که گل و بلبل زیبا داره. دوست دارم برام تعریف کنید چه خاطراتی شما اینجا دارید، تو دوران شما چه جوری بود. واقعا الان دوره خیلی شلوغی هم هست، مثلا بعد از کرونا اینجا یه رنگ ها و
به قول خودمون آب دیگه گرفتیم، هم آش دوغ و آش رشته است، کاسه 50 تومنه. دیگه تقریبا رسیدیم داخل خود مسیر رو میریم و میریم ببینیم چه خبره. خب اولین حسی که از این آب میگیرید چیه؟ جدا از این که انقدر کثیفش کردن متاسفانه، حیفه، واقعا حیفه. میدونید فرق اینجا با درکه چیه؟ خیلی هاتون خب میده، من هم درکه دیدید به تازگی دیگه، اگه ندید لینکشو براتون قرار میدم. خب اوائلش پر از رستورانه، خب رستورانش بیشتره، خیلی ها من که بیان فقط یه هوایی تازه کنن یه غذایی بخورن و حالا خیلی ها ممکنه چای قلیون سفارش بدن یا این نقطه. و این اوایلش پر از رستوران و کافه است و اکثرا هم سنگ دیگه، میدونی حالت سنگ فرشه. ندیدی چای خیلی دوغ آبادی هم که این گوشه هست، این هم که میدونی جلان بسته شده به خاطر این که دارن نوسازی میکنن بعد از این کافه ها. یه چیز جالب بهتون بگم، الان کافه داره میگه فقط اینجا راه میرن، این چای دیگه ای نمی کنن. خب نسبت میشه به مشتری کمتر شده دیگه. الان اینجا داشتش داد میزد میگه چای قلیون 150 تومن، منظور 150 تومن 150,000 تومنه دیگه. خیلی اینجا خنکه ها، با این حال که هوا داره رو به گرمی میره، ولی اینجا معرکه هست از نظر خنکه. الان رستوران ها اکثرا میگه یه جورایی غذا هاشون اینجوری حالت پکیج میکنن میدارن که ببینید چی میخوای سفارش بدی. ببین چه صفایی داره اینجور جا نشستن تو رودخونه، ولی خیلی هم خطرناکه ها. تو فصلایی مثل بهار که یه هایی ممکنه یه جایی از بالای کوه یه رگبار شکل بگیره و یه هایی حجم زیادی برای شاید کمتر از 30 ثانیه داخل رودخونه جریان پیدا کنه، ممکنه یه حادثه خیلی تلخی به وجود بیاره. نمیدونم چی بگم، صفاش خوبه ولی خب اون قضیهش هم که بهتون گفتم. دقت کردی تیپ های کسایی که الان اینجا هستن اکثرا به کوهنوردا نمیخوره، کسایی که اومدن واسه گشت و گذار. کوهنوردا اصولا 4:30-5 صبح زدن به این کوه و رفتن بالا، الان دیگه اینجا نیستن. این بالا کنار آبشار بشینید، پایین لبه ها به چایی خوش گذرون یا حالا وقت گذرون، ولی خب خوبه واقعا، حال هوا عوض میشه، حس حال عوض میشه. دقیقا این قسمت هم که همیشه حضور داشتن دیگه. واقعا من نفس نفس دارم میتونم، چون اینجا هم اکثرا پله است، پله هم داستانش فرق میکنه با شیب. درسته یه نظر راحته ولی یه نظر واقعا سخت بالا رفتنش.
خیلی از مخاطبان من حالا جوری هستن که حتی اگه ایران هم بتونن بیان عزیزان واقعا سخته اینجور جاها رو بیان. دوست دارم که بتونم حس خوبی از اینجا براتون به نمایش بذارم. شیال دیزیان به به خیلی هم عالی، جاتونم خالی. آقا روغا داخل هم داریم بالا رو بسته غذا هم داریم داخل. واقعا وجود این رستوران ها باعث میشه که اول این طبیعت زیبا رو خوب نبینیم، ولی خب در ادامه بالاخره خیلی از رستوران ها تموم میشه. میبینید طبیعت ها زیباست و حس و حال قشنگ اینجاست. میبینید دست ها هکتران که جوانن جوش هست و دوغال و نوشابه و خودشون میرن بالا به جای دنج رو پیدا کنن و بشینن و صفا کنن. هنوز پر از این کلای پیراهنی قدیمیه که حالا استاندارد و غیر استاندارد اینجا وجود داره دیگه. سالیان سال هم هستش که مردم ازش عبور میکنن. دیگه داریم یواش یواش از اون بافت رستورانی خارج میشیم. به به چه گلای خوش آب و رنگی، ولی همش داره پژمرده میشه. این رفته رفته دیگه جمعیت کمتری رو به بالا هست دیگه، اون پله هم دیگه خبری نیست. حتی باز هم هست یه تعداد، ولی خب بیشتر دیگه پله نیست. نمید چای زغالی رو تنه درخت واقعا مزه میده ها. به نظرتون تفاوت درکه و دربان بیشتر تو چیه؟ دوستان تو کامنت ها برام بنویسید. خب خیلی ها هم درکه رفتن هم دربند رفتن، خاطرات مختلفی داری. حالا هوای دربند یه جوره، درکه یه شکله، ولی چند تا تفاوت داره. خیلی دوست دارم شما عزیزان به من بگید و منم ببینم واقعا چی که من فکر میکنم درسته یا نه. چه حس قشنگی داره ولی تو روشونم نشستم شده از این همه خطرش. بالاخره من یه تابلوت دیدم نوشته در زمان رگبار و سد از رودخانه فاصله بگیرید. ببین قبلا این پل چوبی بوده، الان شکسته افتاده پایین، بعدش میدونم اون پلای تیراهنی زده.
یکی داره تو نشون بدن اینجا جوجه سفید سفید بود، یه روپو کره زد شدش طلایی. ما همینه زیاد اینجور جا غذا نمیگیرم دیگه، چون اصلا معلوم نیست چه خبر، چه دودی هم را انداخته اینجا. اینجا روستای پسقلعه است دیگه. خب خیلی که مسیر من میدونم اولین روستایی که میرسیم پسقلعه است. ببینید دیگه مسیر چقدر خاله بد شد واقعا. هرچی که میریم بالاتر خب این اتفاق بیشتر میفته فکر کنم. نمیدونم، یه لحظه احساس کردم زمین درزی توهم زدم دیگه، زیاد اومدم بالا، بدنم عادت نداره. چقدر خوبه اینجا، جاتون حسابی خالیه ها، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. میبینیم که یه دنت عزیزان دیگه از صبح رفتن بالا و الان دارن برمیگردن رو پایین. براتون همچین استعدادی همیشه آرزو میکنم. خب اومدیم دیگه تا اونجا که میتونستم آوردمتون بالا. یه صحبتی دارم با شما عزیزان دلی که تا به این انتها همیشه کنار من بودید و همیشه حمایت هم کردید. امیدوارم که از این کوهنوردی آدم مبتدیانه من لذت برده باشید. بیشتر قصدم حس و حال مردم بود، جنب و جوش و طبیعت و چیزایی که ما واقعا داریم و واقعا زیباتن. رو کوهای روبرو من آدم میبینم دارم تو اون دره قشنگ کوهنوردی میکنم، واقعا هم کار خطرناکیه دارن از اونجا میرن. و همچنین بیام این سمت تلکابین توچا رو میبینیم، دقیقا گوشه بالا، دقیقا بین اون دوتا کوه میتونید ببینیدش. حالا نمیدونم چقدر مشخصه دقیقا توی. ممنونم که همیشه کنار من هستید، قوت قلبید و باعث میشید که من هر روز از شما عزیزان انرژی بگیرم. تا درودی دیگر، بدرود.